مراسم اعطای جایزه نوبل در سال 2020 به دلیل همگیری کرونا به صورت مجازی برگزار شد و جایزه نوبل شیمی مشترکان به جنیفر دودنا از آمریکا و امانوئل چارپنتی از فرانسه تعلق گرفت. این دو دانشمند با ابداع کریسپر یا قیچی ژنتیکی روش ویرایش ژنوم یا مهندسی ژنتیکی را اختراع کردند و کارشناسان میگویند تکمیل این اختراع به ریشه یابی بسیاری از امراض کمک می کند. عوامل محیطی و ترکیبات ژنتیکی در بروز برخی از بیماری ها مانند دمنتیا یا زوال حافظه و آلزایمر یا فراموشی مؤثرند. زوال تدریجی حافظه اکثرا در افراد سالمند دیده می شود و سازمان بهداشت جهانی می گوید تقریبا 50 میلیون نفر در جهان از این بیماری رنج می برند. برخی از پزشکان از آزمایش خون برای تشخیص فراموشی در افراد استفاده می کنند اما دکتر اسکار هنسن متخصص حافظه در دانشگاه لند در سوئد می گوید آزمایش خون به ویژه در سالمندان معیار خوبی برای تشخیص زوال حافظه یا فراموشی نیست و مهندسی ژنتیکی نوید بخش تحول بزرگی در درمان این بیماری است. جایزه نوبل یک مدال طلا به همراه یکصد هزار دلار است و تا به حال هفت سنت برنده جایزه صلح نوبل در رشته شیمی شدهاند. هوشمند میرفخرایی صدای آمریکا.